ابزارهای متعددی داریم که میتونیم با استفاده از اونا تحلیل نمودار رو راحت‌تر بکنیم و سیگنالگیری رو یک کار شیرین‌تر و جذاب‌تری بکنیم. یکی از این ابزارها اندیکاتورها هستن. اندیکاتورها یک گستره عظیمی از توابع ریاضی هستن که هر کدوم یک بخشی از نمودار رو به ما آموزش میدن. تو این ویدیو میخوایم راجع به اندیکاتورها با هم صحبت کنیم. درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. من معین صادقیانم و پیشتر راجع به تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و اندیکاتورها باهاتون صحبت کرده بودم. حالا بنا به درخواستی که شما داشتین، می‌خوایم هر کدوم از اندیکاتورها رو به صورت جداگانه و به صورت کامل بهتون آموزش بدیم که بعداً رفرنس داشته باشید که دونه دونه اینا رو چک کنید و از این ابزارهای قدرتمند توی تحلیلتون استفاده بکنید. همونطوری که بهتون گفتم، اندیکاتورها یه سری توابع ریاضی هستن که بعضیاشون از الگوریتم‌های هوش مصنوعی هم استفاده می‌کنن. این توابع ریاضی کاری که انجام میدن اینه که میان نمودار قیمت رو می‌گیرن یا بقیه دیتاهای از جمله حجم رو می‌گیرن، تجزیه تحلیل می‌کنن و نهایتاً به شما یه بخشی از اون نمودار رو به شکل بزرگ نمایی شده و جوری که برای ما قابل توجه باشه بهمون نشون میدن. هر کدوم از این اندیکاتورها کارکردهای جداگانه‌ای دارن. مثلا بعضیشون صرفاً روند رو میخوان به ما نشون بدن، بعضیشون سطوح مهم پشتیبانی و پایستگی رو بهمون نشون میدن و حالا انواع دیگه اونها، خیلی‌هاشون هم مثلا که به ما سیگنال میدن. ما همه انواع اندیکاتورها رو میخوایم توی این مجموعه ویدیوی کوتاه براتون منتشر کنیم، آموزش کاملش رو بهتون ارائه کنیم و شما این اندیکاتورها رو ببینید و ازشون نهایت بهره رو توی تحلیلتون ببرید. در ادامه ویدیو همکارم پویان طاهری از بچه‌های خیلی خوب تیم مدرسه اقتصاد معین آموزش کامل هر اندیکاتور رو بهتون ارائه میدن. درود بر شما، من پویان طاهری هستم، عضو تیم مدرسه اقتصاد معین. امروز در خدمتتون هستم با آموزش اندیکاتور والیوم یا همون حجم. این اندیکاتور کار اصلیش اینه که به شما نشون میده در چه زمانی پول در بازار وارد میشه و در چه زمانی پول از بازار خارج میشه. وقتی شما برای بار اول وارد تریدینگ ویو میشید، این اندیکاتور با اسم والیوم خود به خود براتون هستش که میبینید این پایینه و به صورت نمودار میله‌ای این پایین براتون نشونش میده. اگر هم حذفش کردید میتونید برید داخل قسمت ایندیکیترز و اینجا کلمه والیوم رو سرچ بکنید و میبینید که در همه ابتدا میاد و روش میتونید کلیک کنید. اگر هم دوست داشتید داخل قسمت فیوریتتون باشه میتونید روی این ستاره کلیک بکنید و در قسمت فیوریتتون اونو اضافهش بکنید. ببینید من الان اینجا زدم و وارد قسمت فیوریتم شده. خب اینو میبندمشو میرم داخل چارتم، میبینید که اینجا اومده. بذارید من یه ذره اینو پررنگ‌ترش بکنم. تو قسمت سایل روش که کلیک بکنید میتونید رنگش رو 100% بکنید. ببینید الان قرمزای من یه ذره کم رنگه، مثل صورتیه. خب من روش کلیک میکنم، رنگش رو که پر رنگ بکنم میبینید که قرمز میشه. یه گزینه هم اینجا داره، والیوم ام ای یا همون مووینگ اوریج، که اگر روش بزنید میبینید که دقیقاً روی نمودارهای میلیتون این مووینگ اوریج رو میندازه. اگر هم خواستید زمانش رو نگاه کنید، ببینید داخل قسمت اینپوت نوشته که روی 20. 20 خودش عدد خوبیه، بذارید رو همین بمونه. خب اینه، من اوکیش میکنم، میرم در این قسمت که بهتر ببینید و بزرگش هم بکنم. ببینید یه چیزی داخل اندیکاتورها 100% نیست. در کل اندیکاتورها ابزارهایی هستند که برای تحلیلتون بهتون تاییدیه میدن. پس با یه اندیکاتور نرید و وارد معامله بشید، چون احتمالی که ضرری داخل اون معامله بکنید خیلی زیاده. شما تحلیل کنید، بعد از اندیکاتورها به عنوان تاییدیه استفاده کنید. اگر که تاییدیه رو ازشون گرفتید برید و وارد معاملاتتون بشید. در این قسمت شما اگه نگاه کنید سه تا کندل خیلی بزرگ دارید و نمودار میلیتون از این مووینگ اوریج بالاتر رفته. این مووینگ اوریج میانگین قیمتی حجمه که تا زمانی که پایین تر از این مووینگ اوریج شما این نمودارهای میلیتون رو دارید، بدونی که بازار داخل روتین خودش روی یه مسیر عادی داره حرکت میکنه. ولی وقتی که میبینید از مووینگ اوریجشون داره میره بالاتر، حالا حجم چه خرید باشه چه فروش باشه هر چیزی، بدون که اونجا داره یه اتفاقی داخل بازار میافته. شما منطقی ترین حالتش اینه که روند بازار رو نگاه کنید. ببینید الان اینجا یه روند صعودی رو ما اینجا داریم.
بازار داخل این مسیر قرار گرفته و داره میره بالا. حالا این کلیشو دارم بهتون میگم و این به صورت تحلیلی نیست که من بخوام اینطوری بذارمش. ببین بازار داره میره بالا. پس کاری که میکنیم اینه که مسیر بازار بالا رونده و یه جایی میبینید که حجم قیمتی به این صورت رفته بالا. بدونید که اینجا در این نقطه قراره یه اتفاقی بیفته. یعنی جوریه که کسایی که بازار دستشونه در این قسمت دارن روی قیمت بالا معامله میکنن و میفروشن و معاملگران خرد دارن اینجا خرید میکنن. مسیر صعودیه و حجم بازار اینجا زیاده. در اصل اونا دارن میفروشن و بازار داره دست کسایی میفته که تسلطی روی مارکت ندارن و این اتفاقی که بعدش میفته و میبینید که مسیر بازار ریزشی میشه. یعنی مسیر دیگه به این سمت داره میادش و اینجاست که دیگه معاملگران خرد اینجا شروع میکنن به فروختن چون دارن میترسن قیمت داره میریزه و اینجا دوباره میبینید که به این صورت این نمودار حجم از مووینگ اوریج خودش زده بالاتر. این دقیقاً اتفاقیه که اینجا افتاد ولی برعکسش. یعنی این معاملگران بزرگ بازار، کسایی که تسلط دارن رو بازار رو فروختن، اینجا میان دوباره بازار رو دست میگیرن، اینجا میان میخرن و میبینید که دوباره اینجا یه صعودی ما داشتیم. پس در از کارش اینه که به شما نشون بده کجای بازار داره چه اتفاقاتی میفته و شما میتونید متوجه بشید که در کدوم ناحیه بخرید یا بفروشید. ببینید الان اینجا با توجه به اینکه بازار ریزشی بوده، حجم سنگینی اومده داخل بازار و به این صورت این نمودار میله‌ای ما رفته بالاتر. تو بازار ریزشی وقتی اتفاق میفته بعدش قرار صعود ببینیم و تو بازاری که در حال صعود باشه و این اتفاق بیفته مثل اینجا رو نگاه بکنید، بازار صعودی بوده اینجا و این اتفاق افتاده و بعدش دوباره ما این ریزشه رو داشتیم. در کل جابجایی پولای بزرگ رو این اندیکاتور بهتون نشون میده. مرسی از اینکه در این ویدیو هم در کنار ما بودید. ما نهایت سعیمون بر اینه که تمام دنیای رمزارزها رو به شما آموزش بدیم. پس تا درودی دیگر، بدرود.